حکایت کبوتر نامور و کبوتر هرزه. دو تا کبوتر همسایه بودند که یکی اسمش نامور و یکی اسمش هرزه بود. یک روز کبوتر هرزه گفت: من هم امروز همراه تو به سفر می آیم. نامور گفت: نه، من می خواهم راست دنبال کارم بروم، ولی تو نمی توانی با من همراهی کنی. می ترسم اتفاق بدی بیفتد و بلایی بر سرت بیاید و من هم بدنام شوم. هرزه گفت: من 40 تا مثل تو را درس می دهم. من بیشتر از تو با مردم جور با جور زندگی کردم. من همه پشت بام ها، سوراخ سنبه ها، باغ ها و دشت ها را می شناسم و خیلی از تو زرنگ ترم. وقتی گفتم می خواهم به سفر بیایم، یعنی این که من از هیچ چیز نمی ترسم. نام بر گفت: همین نترسیدن خودش عیب است. البته ترس زیادی مایه ناکامی است، ولی خیره سری هم خطر دارد. همه کسانی که گرفتار درد سر و بدبختی می شوند از خیره سری آنهاست. هرزه گفت: نه خیر، شما خیالتان راحت باشد. من حواسم جمع است و همیشه می فهمم که چه باید کرد و چه نباید کرد. نام بر گفت: بسیار خوب، پس آماده باش. باید آب و دانت را در خانه بخوری و حالا که همراه من هستی در میانه راه با هیچ غریبه‌ای خوشابش نکنی. گفت: قبول دارم. همراه شدند و از پشت بام ها گذشتند. از شهرها و باغها و کشتزارها گذر کردند و به صحرا رسیدند. رفتند تا جایی که در میان زمین های پست و بلند چند تا درخت خشک بود. هرزه گفت: خوب از چند دقیقه روی این درخت بنشینیم و خستگی در کنیم. نامه بر گفت: کارمان دیر می شود، ولی اگر خیلی خسته شده ای مانعی ندارد. نشستند روی درخت و به هر طرف نگاه می کردند. هرزه قدری دورتر را نشان داد و گفت: آنجا را می بینی؟ سبزه و دانه است، یا برویم بخوریم؟ نامه بر گفت: می بینم، سبزه هست و دانه هست، ولی دام هم هست. هرزه گفت: تو خیلی ترسو هستی. یک چیزی شنیده ای که در میان سبزه دانه می پاشند و دام می گذارند، ولی این دلیل نمی شود که همه جا دام باشد؟ نامه بر گفت: نه، من ترسو نیستم، ولی عقل دارم و می فهمم که توی این بیابان کویر سوخته که همیشه باد گرم می آید، سبزه نمی روید و دانه پیدا نمی شود. اینها را یک صیاد ریخته تا مرغ‌های بلهوس را به دام بیندازد. هرزه گفت: خب، شاید خدا قدرت نمایی کرده و در میان کویر سبزه در آورده باشد. نامه بر گفت: تو که سبزه و دانه را می‌بینی درست نگاه کن. آن مرد را هم که با کلاه علفی در کنار تپه نشسته ببین. فکر نمی‌کنی که این آدم آنجا چه کار دارد؟ هرزه گفت: خب، شاید به سفر می‌رفت و مثل ما خسته شده و کمی نشسته تا خستگی در کند. نامه بر گفت: پس چرا گاهی کلاهش را با دست می‌گیرد و این طرف و آن طرف در سبزه و در بیابان نگاه می‌کند؟ هرزه گفت: خب، شاید کلاهش را میگیرد که باد نبرد و در بیابان نگاه میکند تا بلکه کسی را پیدا کند و رفیق سفر داشته باشد. نامه بر گفت: بر فرض که همه اینها آنطور باشد که تو میگویی، ولی آن نخ را نمیبینی که بالای سبزه تکان میخورد؟ حتما این نخ دام است. هرزه گفت: شاید باد این نخ ها را آورده و این را به سبزه ها گیر کرده. نامه بر گفت: بسیار خوب، اگر همه اینها درست باشد، فکر نمی کنی در این صحرای دور از آب و آبادانی آن یک مشت دانه از کجا آمده؟ هرزه گفت: ممکن است دانه های پارسالی همین سبزه ها باشد، یا شترداری از اینجا گذشته باشد و از بارش ریخته. اصلا تو وسواس داری و همه چیز را بد معنی می کنی. مرغ اگر انقدر ترسو باشد که هیچ وقت دانه گیرش نمی آید؟ نامه بر گفت: به نظرم شیطان دارد تو را وسوسه می کند که به هوای دانه خوردن بروی و به دام بیفتی. کبوتر باید هوشیار باشد و این اندازه بفهمد که همه این چیزها بی خودی در این بیابان با هم جمع نشده. همه اینها نشان می دهد که دام گذاشتند تا پرنده شکار کنند. تو چرا اینقدر خیره سری که می خواهی به هوای شکمچرانی خودت را گرفتار کنی؟ هر زخدری ترسید و با خود فکر کرد: بله، ممکن است که دامی هم در کار باشد، ولی چه بسیارند مرغ هایی که می روند دانه را از زیر دام می خورند و در می روند و به دام نمی افتند. چه بسیار دام هایی که پوسیده است و مرغ آنها را پاره می کند. چه بسیارند صیاد هایی که وقتی به آنها التماس کنی دلشان بسوزد و آزادت کنند.
هرچه بسیار است اتفاقهای ناگهانی که بر سر صیاد بیفتد. مثلا ممکن است صیاد ناگهان غش کند و بیفتد و من بتوانم فرار کنم. هرز این فکرها را کرد و گفت: میدانی چیست؟ من گرسنه‌ام و میخواهم بروم این دانه ها را بخورم. هیچ هم معلوم نیست که خطری داشته باشد. میروم ببینم، اگر خطر داشت برمیگردم. تو هم همینجا صبر کن تا من بیایم. نامه بر گفت: من از طمع‌کاری تو میترسم. تو آخر خودت را گرفتار میکنی. بیا و حرف مرا بشنو و از این آزمایش صرف نظر کن. هرز گفت: تو چه کار داری؟ تو ضامن من نیستی. من هم وکیل و قیم لازم ندارم. من میروم. اگر آمدم که با هم میرویم. اگر هم گیر افتادم تو برو دنبال کارت. من خودم بلدم چگونه خود را نجات بدهم. هرز این را گفت و رفت به سراغ دانه ها. وقتی که رسید دید بله، یک مشت نخ و میخ و سیب و اینجور چیزها هست و قدری سبزه و قدری دانه گندم. از نخ پرسید: تو چه هستی؟ نخ گفت: من بنده ای از بندگان خدا هستم و از بس عبادت میکنم اینطور لاغر شدم. پرسید: این میخ و سیخ چیست؟ گفت: هیچی، خودم را به آن بستم که باد مرا نبرد. پرسید: این سبزه ها از کجا آمده؟ گفت: آنها را کاشتم تا دانه بیاورد و مرغ ها بخورند و مرا دعا کنند. هرز گفت: بسیار خوب، من هم تو را دعا می کنم. رفت جلو و شروع کرد به خوردن دانه، اما هنوز چند دانه از حلقش پایین نرفته بود که دام به هم پیچید و او را گرفتار کرد. صیاد هم پیش آمد که او را بگیرد. هرز گفت: ای صیاد، من نفهمیدم و نصیحت دوست خود را نشنیدم و به هوای دانه گرفتار شدم. حالا تو بیا و محض رضای خدا به من رحم کن و آزادم کن. صیاد گفت: این حرف ها را همه می زنند. کدام مرغی است که فهمیده و دانسته به دام بیفتد؟ اما من صیادم و کارم گرفتن مرغ است. تو که می خواستی آزاد باشی، خوب بود از اول خودت به خودت رحم می کردی و وقتی سبزه و دانه را دیدی فکر عاقبتش را هم می کردی. آن رفیقت را ببین که بالای درخت نشسته است. او هم دانه ها را دیده بود، ولی او مثل تو هرزه نبود. نامه بر وقتی از برگشتن هرزه ناامید شد، پر زد و رفت که نامه اش را برساند. دوستان گرامی، از اینکه تا پایان این داستان زیبا با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به دوستان خود معرفی کنید. با سپاس.